به نام خدا و سلام من امیر رزانیک هستم و در این آموزک از فرادرس با نحوه طراحی جلد کتاب در فتوشاپ آشنا خواهید شد برای شروع به کار کافیه که در منوی فایل دستور نیو رو صادر کنید در اینجا باید اندازه پروژه و اون طرح اصلی خودمون رو وارد کنیم اما قبل از همه اینها نکاتی وجود داره که باید حتما رعایت بشن توی این فهرست کشویی شما باید واحد اندازه رو مشخص کنید که پیکسل یا سانتی متر یا میلی متر باشه البته واحد های دیگری هم هستند اما این سه موردی که براتون گفتم از پرکاربردترین و رایج ترین واحد ها به شمار میان من در اینجا ترجیحاً واحد میلیمتر رو انتخاب میکنم. اندازه پروژه من قراره که 350 در 230 میلیمتر باشه. پس کافیه که بیام اینجا و اندازه های مورد نظر خودم رو وارد کنم. ببینید من در بخش اول عدد 350 رو وارد میکنم و در بخش دوم هم عدد 240 رو وارد میکنم. حالا یه نکته ای در اینجا وجود داره. زمانی که قرار هست این طرح ما بره برای چاپ و برش بخوره یه مقداری فضای برش رو ما باید در نظر بگیریم که اصطلاحا به این فضای برش بلید گفته میشه بنابراین و طبق حالت رایجی که داره باید از هر طرف 5 میلیمتر ما اضافه تر در نظر بگیریم تا دقیقا اون فضای بلید و خط برش و خط تیغ رو در نظر گرفته باشیم و پرتی کاغذ نداشته باشیم و البته طرح و چاپ ما هم خراب نشه بنابراین من 350 ای که در اینجا دارم رو به 360 میلیمتر تبدیل میکنم 5 میلیمتر از طرفین رها میکنیم که جمعا 10 میلیمتر به کار ما اضافه میشه و دقیقا اینجا هم عدد مورد نظرمون رو 10 میلیمتر بیشتر می نویسیم. پس این نکته رو حتما تو ذهنتون داشته باشید. من در ابتدا اندازه اصلی رو نوشتم و بعد 10 میلیمتر به هر کدوم از اینها اضافه کردم. نکته بعدی ما اینه که ما باید اندازه عطف کتابمون رو هم بدونیم چقدر هست و همچنین اندازه پشت و روی جلد رو هم بدونیم این چیزی که الان من در اینجا وارد کردم یعنی 360 در 250 میلیمتر برای کل کارمون هست باید بگیم که مثلا عطف کتاب ما یا همون اصطلاحا زخامت کتاب وقتی که شما کتاب رو در کتابخانه قرار میدید اون لبه ای که بیرون میمونه و معمولا اسم کتاب و نویسنده و اینجور چیزها اون نوشته میشه به این عطف کتاب گفته میشه من این رو سی میلیمتر در نظر میگیرم و اندازه پشت و روی جلدم هم مثلا 160 در 230 میلیمتر در نظر میگیرم با همون حاشیه 5 میلیمتری اما اینجا توی قسمت رزولوشن من عدد 150 رو به عدد 300 تغییر میدم به خاطر اینکه قرار کار ما برای چاپ ارسال بشه اگر احیانا شما نخواهید کارتون رو چاپ بکنید و فقط بخواید اون رو در مانیتور یا صفحه نمایش های دیگه نشون بدید میتونید از عدد 150 یا مثلا 72 پیکسل بر اینچ استفاده کنید این واحد حتما باید پیکسل بر اینچ تعریف بشه من در اینجا همون عدد 300 خودم رو وارد میکنم و گزینه مهم دیگری که در اینجا داریم کالر مود هست در واقع در اینجا ما مود رنگی خودمون رو میتونیم انتخاب بکنیم به صورت معمولی و نرمال برای نمایش در مانیتور و سایر صفحه نمایش ها میبینیم که از مود RGB استفاده میشه که خب ترکیب رد گرین بلو یا همون سرنگ سبز و قرمز و آبی هستش اما اگر قراره که ما پروژمون رو برای چاپ یا چاپخانه بفرستیم باید از مود CMYK استفاده بشه که خب در چاپ از چهار رنگ معمولا استفاده میشه که ترکیب رنگ های فیروزه‌ای، ارغوانی، زرد و مشکی هستش ما در اینجا CMYK Color رو انتخاب می کنم. اما بعد از اینکه تنظیماتم رو در اینجا انجام دادم در قسمت Background Contents یا محتویات پس زمینه همون رنگ سفید رو میگذاریم باقی بمونه که البته میتونیم از هر رنگ دیگری که خواستیم هم استفاده کنیم بعد از اینکه کار ما در این بخش به پایان رسید توی این قسمت میتونیم عنوان مورد نظرمون رو برای پروژمون داشته باشیم من اینجا عبارت بوک کاور رو مینویسم. اینجوری سند طراحی من دارای یک اسم میشه و حالا با دکمه کریت من میتونم دقیقا اون رو در اینجا داشته باشم. ملاحظه کنید که پروژه بوک کاور در اینجا ایجاد شده و آماده ی کار کردن هست. کلیدهای کنترل و صفر رو فشار میدم تا به این ترتیب در فضای کاری فیت بشه. در مرحله بعدی ما باید خطوط راهنمایی رو به اطراف فضای کاری خودمون اضافه بکنیم. چرا این کار رو انجام میدیم تا دقیقاً حاشیه بندی ها برای ما مشخص بشه برای اینکه این کار انجام بشه و کار ما راحت تر باشه نیاز به خط کشا داریم کافیه که کلیدهای های و آر رو بر روی کیبوردمون فشار بدیم. خطکش های عمودی و افقی رو میبینیم که نمایش داده میشن. مجددا کنترل و صفر رو فشار میدم به این ترتیب فضای کاری ما در اینجا فیت میشه. حالا باید بریم به سراغ درج خطوط راهنما. یکی از ساده ترین کارها برای درج خطوط راهنما اینه که با ابزار موو ما بیایم از داخل خطکش های افقی یا عمودی که داریم این خطوط رو بیاریم در داخل فضای کاری خودمون به هر تعدادی که خواستیم محدودیتی نداره و اینجوری قاب بندی بکنیم فضای پروژه رو و به این ترتیب جایگذاری موضوعات برای ما راحت تر خواهد بود اما در اینجا من میخوام یه مقداری دقیقتر رفتار بکنم بنابراین این در منوی ویو وارد میشم به این ترتیب و بعد میرم به سراغ بخش مربوط به خطوط راهنما ما در اینجا یک داریم تا عنوان نیو گاید برای ایجاد خطوط راهنمای جدید زمانی که ما این دستور رو صادر می کنیم در کادر مربوطه ما میتونیم به صورت افقی یا به صورت عمودی و با پوزیشن و موقعیت دلخواه خودمون که فاصلش بر حسب پیکسل محاسبه و مشخص میشه اون خطوط مورد نظر خودمون رو به داخل سند اضافه بکنیم من هم خطوط افقی رو احتیاج دارم و هم خطوط عمودی رو پس در اینجا گزینه ورتیکال ای انتخاب شده اینجا عدد 5 میلیمتر رو وارد میکنم چرا؟ به خاطر اینکه ما از واحد میلیمتر استفاده کردیم برای شروع کارمون میبینید که در اینجا یک خط به این صورت عمودی در اینجا و به اندازه 5 میلیمتر نمایش داده میشه دو مرتبه میرم به سراغ همون دستور و این بار عدد 355 میلیمتر رو وارد و اوکی میکنم میبینیم که یک خط عمودی هم دقیقا در اینجا ظاهر میشه که فاصله 5 میلیمتر تا لبه ها رو رعایت کرده در مرحله بعدی باید بریم به سراغ خطوط افقی مورد نظرمون دو مرتبه منوی ویو دستور نیو گاید رو انتخاب میکنم گزینه هوریزونتال رو انتخاب میکنم و در اینجا عدد 5 میلیمتر رو مینویسم و کی میکنم به این صورت خط افقی من درج میشه و بعد از اون هم یه دونه خط افقی دیگر رو احتیاج دارم با اندازه 235 میلیمتر. اوکی می کنم. میبینیم که محدوده مورد نظر ما در اینجا مشخص شده و به این ترتیب میتونیم که این وضعیت رو داشته باشیم البته نکته که در اینجا وجود داره این هست که ما قراره که به همون اندازه 5 میلیمتر رو داشته باشیم توی منوی ایمیج اگر من بیام نگاه کنید این چیزی که الان دارم براتون میگم جنبه عمومی داره توی همه پروژه ها و توی هر نوع طراحی که دارید انجام میدید میتونید به این شکلی که براتون میگم کسب اطلاع بکنید از موقعیت پروژه تون. من در اینجا عدد 35 میلیمتر رو وارد کردم میام اینجا ایمیج سایز رو انتخاب میکنم و به این ترتیب واحد میلیمتر رو انتخاب میکنم ببینید در اینجا چه اتفاقی میفته اینجا پروژه ما 360 در 200 50 هستش پس چیزی که من در اینجا وارد کردم 235 یک مقداری زیاد هستش فاصله که ایجاد میکنه و دقیقا 15 میلیمتر رو برای من فضا رها کرده خب ما در اینجا باید 245 رو داشته باشیم پس با کلیت های و زد اون رو لغوش میکنم و این بار عدد 245 میلیمتر رو وارد و تایید میکنم به این ترتیب الان ما به نتیجه درست رسیدیم پس دقت داشته باشید که حتما در این نوع فضاها باید اندازه ها به درستی رعایت بشه درج بشه تا دقیقا نتیجه درستمون رو بگیریم ما بخش اول از فواصل رو و همون فضای بلید رو ایجاد کردیم